یکی از هنرپیشگان بسیار خوبمون شهاب حسینی به لس آنجلس آمد و چقدر خوشحال کننده به خاطر فیلم های مختلفی که بازی کرده، به خاطر کارهای مختلفی که انجام داده و ما رشد یک ستاره رو در عرض 15 سال دیدیم، رشد چشمگیرش رو که چقدر خوش درخشیده و چقدر خوب مطرح شده و چه بازی‌های درخشانی داشته. حالا فیلم‌های مختلفی از شهاب به بازار اومد که تعدادشون زیاد بوده و در اکثر اونها هم دیدیم که چقدر خوش و خوب درخشیده و حرفه‌ای ایفاگر نقشش بوده. در میان اینها یک فیلمی هم کارگردانی کرده، ساکن طبقه وسط، که اون فیلم رو هم به بهانه این فیلم فکر کنم به لس آنجلس اومده و دلیلش نمایش این فیلم بوده در جشنواره‌ای به نام Action on Film Festival یا AOF که فیلم رو در اونجا نمایش دادن، در این جشنواره نمایش داده شد. فستیوال تازه‌ایه، فستیوال جوانیه و به خاطر بازیگریش در یک فیلم و به خاطر ساخت این فیلمش هم مورد توجه قرار گرفت و جایزه دریافت کرد. و چه جالب که در میون اینها زمانی که یکی از مجلات ایران عکس قیصر رو روی مجلش میندازه و مینویسه که قیصر 1395 میتونه فیلم فروشنده باشه و آیا اسخر فرهادی اومده کاری رو که شمایل قهرمان قدیمی کیمیایی رو ازش استفاده کرده و در دل تهران امروز زنده کرده، این رو بهش صحبت میکنم و این بخش یا این تیتر رو روی مجلش میزنه یا رو نشریش میزنه. از طرف دیگه این هنرمند عزیز ما شهاب حسینی این بار جایزه خودش رو به بهروز وثوقی هدیه میکنه و در اون جشن هم بهروز وثوقی حضور داشته، میاد روی صحنه و جایزه شهاب رو شهاب تقدیم میکنه به آقای وثوقی. خیلی قشنگه. یک ویژگی در ویژگیشون وجود داره، اینه که با وجود اینکه 37 سال اجباراً دور از وطنشون زندگی کردن، something that's extraordinary about this gentleman is in spite of the fact that he's been out of the country for 37 years, out of Iraq for 37 years. و نتونستن بازی کنن، با این حال هیچ وقت فراموش نشدن. And in spite of the fact that he hasn't been able to be active in Iranian cinema in Iran, he's never been forgotten. ایشون در تاریخ سینمای کشور من یک دوره رو به نام خودشون ثبت کردن. He's really beyond a legend. He's somebody who has locked in a name, an era in Iranian cinema that's named after him. و نکته جالب اینه که در نظرسنجی که امروز به مناسبت روز ملی سینما در کشور من اتفاق افتاده، آقای بهروز وثوقی بهترین بازیگر دوران تاریخ سینمای ایران است. It's an incredible serendipity that today in Iran happens to be National Cinema Day. National Cinema Day in Iran. And there was a nationwide polling. Iran has a population of 80 million people. And the nationwide poll result was that the number one actor in all of Iran, in all of time, is Mr. Behruz Vosouli. این قرارداد شما بیان دارم با احترام از دستانی مطلع جایزه را برسیم بسیار خوشحال کننده بود نگاهش، صحبتش و حرفی که در رابطه با بهروز وثوقی زد و اینکه به هر صورت
روی صحنه همون حرف رو زد، گفت در طی 37 سال فیلم بازی نکرده ولی هنوز محبوبترین چهره سینمای ما به حساب میاد. خیلی قشنگه، خیلی حرف خوب و قشنگی بود و ما خوشحال میشیم از اینکه هنرپیشه‌های داخلمون، چهره‌های خارج، همه موسیقی، همه اینها این ارتباط وجود داره و این احترام وجود داره. خیلی خوب هست، خوشحال هستیم، امیدوار هستم که همه اینجوری باشن.